سوال اینه که به عنوان کارگردان توضیح بدید معنا و استفاده موسیقی در فیلم برای شما چیه؟ والا به معنایی وجود نداره، در واقع یه نوستالژیه که از کودکی من میاد. من کودکیمو در اصفهان گذروندم که خب پایتخت نبوده و من تا وقتی که 20 سالم شد حتی تلویزیون تو اصفهان نبود، یعنی نه فرستندهش بود نه گیرندهش بود. مثلا در کودکی من کتاب کودکان نبود، محوطه بازی بچه ها تو پارک برای کودکان نبود، خیلی چیزا نبود، در واقع هیچی نبود برای بچه ها. و منم چون بچه منزوی بودم و همیشه تو خونه بودم، بیشتر باید تو خونه یه جوری خودم رو سرگرم میکردم. و اینا رو قبل از این است که من سینما رو کشف کنم و پام باز بشه به سینما. از اون وقت خب جهان عوض شد، یه جوری دیگه شد. به هر حال تو اون مقطع کودکی تنها چیزی که تو خونه وجود داشت یک رادیوی بزرگ بود و من با این خودم رو سرگرم میکردم. با دو تا چیز رادیو، یکی نمایش های رادیویی بود که خیلی برام جذاب بود و من اصلا قصه گویی و درام رو از اونجا شناختم، از نمایش های رادیویی شناختم. و موسیقی هایی که از رادیو پخش می شد، تصنیف ها و ترانه ها. و اونقدر اینا جذاب بود برای من که نوستالژی اینا همچنان با من هست و از من جاری میشه توی فیلم ها، میاد توی فیلم. تو اکثر فیلم های من ترانه موسیقی آهنگ وجود داره و این میگم از نوستالژی کودکی است. و اون میزان محبوبیت این ترانه ها و تصنیف ها که در کودکی من، تو حس کودکی من وجود داشت. دومین سوال اینه که سبک کار شما با آهنگساز این چه جوریه؟ یعنی آهنگسازا کی وارد پروژه میشن؟ از اول میان، قبلش میان، بعدش میان؟ فرق میکنه. یه فیلمایی هست مثل خواهران غریب که خب چندین تصنیف توی فیلم خونده میشه. طبیعتا در این فیلم خب آهنگساز بلافاصله بعد از اینکه بازیگرامون مشخص شدن وارد پروژه میشن، چون باید آهنگا رو بسازن، آهنگا ضبط بشه، خونده بشه، بعد بازیگرامون تمرین کنن با این آهنگا که بتونن لب بزنن. طبیعتا خب آره، قبل از حتی فیلم برداشت باید وارد پروژه میشن آهنگسازا. ولی یه فیلمایی هست که نه، فقط موسیقی متن داره. توی اینجور فیلم ها نیازی نیست که فیلم بردار زودتر وارد بشه. فیلم بردار زمانی وارد میشه که معمول ما توی ایران اینجوریه که فیلم مونتاژ شده و بعد آهنگساز میاد با کارگردان با هم میشینیم فیلم میبینیم، توافق میکنیم که کجا موسیقی میخواد، چه نوع موسیقی میخواد و کار پیش میره. و اینکه میزان نفوذ من چقدره، خیلی زیاده. من هیچ به طور علمی چیزی از موسیقی نمیدونم، ولی به طور غریزی خیلی خوب حس میکنم و درک میکنم موسیقی رو و خیلی خیلی ایده میدم تو هر قطعه‌ای که قرار برای فیلم ساخته بشه. به نحوی که یه سریال داشتم با آهنگساز اون کار میکردیم، مثلا 10 صبح میرفتیم تا مثلا 8 شب کار میکردیم هر روز. یه روز که مثلا من میگفتم من امروز کار دارم، دیرتر میام، تو کار رو ادامه بده و بعدا من میام، بعد که مثلا 2 3 بعد از ظهر رفتم میدن آهنگسازم هیچ کاری نکرده. گفتم چرا هیچ کاری نکردی؟ گفت خود تو انقدر تو خودت قاطی این کار هستی و انقدر ایده میدی و انقدر حضور داری تو این کار که دیگه من تنهایی نمیتونم کار بکنم و تو حتما کنار من باشی. خیلی خیلی میگم ایده دارم و تسلط دارم، دقیقا میدونم چی میخوام و آهنگسازان خب گوش میکنن، اینا رو اعمال میکنن، وقتی میرن حاصلش خوب شد طبیعتا اونا راضی هستن. ظاهرا من تو سوال قبلی 2 بار به جای آهنگساز گفتم فیلم برداره، اینجوری دیگه خوب اصلاحش کنیم. سوال سوم اینه که پروسه موسیقی با آهنگساز در فیلم های به خاطر هانیه و خواهر غریب. خب اینا متفاوت بود. خواهران غریب
فیلم بود که هم توضیح دادم چون تصنیف داره، چندین تصنیف خونده میشه، بچه ها میخونن، پدر میخونه، یه خواننده میخونه. خب اینا قبلا شعراش انتخاب میشه، ملودیش ساخته میشه، ضبط میشه، خونده میشه، بعد بازیگران اونم تمرین میکنن، بعد میریم سر فیلم برداری که اجرا کنیم. توی به خاطر هانیه فرق میکرد، اونجا فقط موسیقی متن بود و دمام زدن اون بچه رو. خب وقتی که ما پیدا کردیم و قرار شد بازیگر بشه، دمام زدن رو رفت دادیم، بهش فرصت دادیم که بره یاد بگیره، خودمون معلم گرفتیم براش که دمام زدن رو یاد بگیره. اما فقط راجع به خاطر هانی اینو بگم که متاسفانه تو ایران به علت گرونی بعضی از آهنگسازا ترجیح میدن که با کامپیوتر سمپل کار کنن و این آقای آهنگساز فیلم به خاطر هانیه میخواست با سمپل کار کنه، گفتم با سمپل خوب نمیشه اینا، گفت نه مطمئن باش اینا سمپلش فرق میکنه و چه و چه. گفتم حالا به حال کار شروع کرد، سر دمام که رسید، همون سازی که میزنم دمام، سر دمام گفتم بذار یه نفر از بوشهر بیاریم، یه آدم محلی بیاریم که دمام زدن بلد باشه و دمام واقعی بگیریم. گفت نه خیالت راحت باشه. و من خیلی اصرار کردم، گفت نه با همین سمپل خوب میشه. توی ایران که ما فیلم میدیدیم به نظرم خوب اشکالی نداشت، خوب بود، ولی اولین بار که توی سالن استاندارد مثل سالن لینکلن سنتر نیویورک من فیلم دیدم، خیلی حالم بد شد، چون دیدم صدا چقدر بده اونجا، این صدای دمام اصلا اون ابهت و شور لازم نداره، یه صدای بیجون بدیه و به حال واقعا حالم بد شد و همیشه به اون آهنگساز فحش میدم به خاطر اینکه این کارو به حرف من گوش نکرد و دمام واقعی نیورد برای این صحنه، برای اون صحنه پایان که پسر بچه دمام میزن.